سلام دوستای گلم به 26 امین جلسه از آموزش مقدماتی از CSS خوش آمدید در این جلسه قصد داریم که با دیو ها آشنا بشیم اول کلمه دیویژن هست یعنی به معنای تقسیم بندی خب همونطور که می‌بینید ما وبسایتمون رو قراره به دو دسته تقسیم کنیم به دو بخش مین سیکشن و فوتبال سیکشن خب میخوایم این کار رو انجام بدیم دیف ها به ما کمک میکنن که این کار رو انجام بدیم در ظاهر هیچ اتفاقی برای کد ما نمیفته ولی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم میام میرسیم دیو میام تگ باز و رو میذارم روی تا اینجا یعنی از بخش اچ یک تا آخر عکس میشه یه بخش یعنی یه دیو و از بخش H2 تا آخر میشه یه بخش دیگه این رو من میدم جلوتر با تب با دکمه تب که زیباتر بشه یعنی در کل میبینید چقدر زیبا شد یعنی ما این عکس و یک و پی رو گذاشتیم توی یه دونه سیکشن یا یه دونه دیو و بقیه ویب رو گذاشتیم توی دیوه دیگه اینجوری تقسیم بندی کردیم از لحاظ ظاهری هیچ اتفاقی برای وبسایت ما نیفتاده ببینید سیف میکنم هیچ اتفاقی نیفتاده همون ظاهر قبل داره ولی این به ما کمک میکنه که دست بندی رو رعایت کنیم برای مثال من میام به اینجای ای آیدی میدم چون میخوام پروپرتی های اختصاصی بهش بدم میزنم مین مین سیکشن هرچی دلتون میخواد مثل کلاس میمونه هیچ فرق نمونه آیدیا مثل کلاس میام و به این دیوم میدم اول کلمه فوتبال فوت سکشن خب میخوام براشون یه سری پراپرتی تعریف کنم میام اینجا و مربع میذارم یعنی هشتک میذارم مین سکشن و میخوام براش تعریف کنم کالر بلو سیو میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته میبینیم که میاد و نوشته های بخش مین سکشن ما رو آبی میکنه خب اگه توجه کنید میبینید که ما اینجا کالر گرین رو برای بادی در نظر گرفتیم و بادی به هاش این رو به ارث میذاره همونجا که میبینید بعد بادی ما اومدیم یه پدر دیگه در نظر گرفتیم به نام مین سکشن مین سکشن اومده و اون کالر بادی رو اوورایت میکنه و به آبی تبدیل میکنه من این آبی رو هست کنم میبینید که باز کالر به گرین برمیگرده پس یکی از دلایلی که ما از دیو استفاده میکنیم میتونیم برای هر بخش صفات مخصوص به اون بخش رو تعریف کنیم اینجوری میتونیم صفات رو تفکیک کنیم و اگر مجبوریم اینجا که گرین نوشتیم کل وبسایت اون گیریم باشه خب من میام و واسه فود سیکشن یه رنگ دیگه در نظر میگیرم فود section هم تعریف میکنم هشتگ فود سیکشن مثلا کالر رد میخوام کالر همه بخشاش رد بشه یعنی که کالر همه بخشاش رد شد به جز پارای چار چرا پارای چار رد نشد؟ چون هیچ کدوم از بقیه بخشا که خود پارا باشن کالری ندارن پس کالر رو از پدر برس میبرن ولی چون پارای چار کالر اختصاصی بلو رو داره میاد و کالر پدرش که فود سیکشن هست رو اوور رایت میکنه یعنی نادیده میگیره و کالر خودش رو مد نظر میگیره یعنی مگه الان آبی رو پاک کنم همون کالر قرمز براش اعمال میشه ببینید کالر قرمز اعمال شد و همین راحتی بحث وراست ها رو قبلا ما هم خیلی صحبت کردیم اینجا میبینید که خیلی راحت اعمال میشه برای مثال من الان H2 و H1 هم کالرشون رو تغییر بدم کالر مثلا یلو سیو میکنم میان و چه کار میکنن میان و کالرای پدراشون که پدر H1 مین سیکشنه که آبی باشه اوورایت میکنه و پدر H2 که فوت سیکشنه میاد و اون رو اوورایت میکنه خب این ساده ترین استفاده از دیو ها بود خیلی بحث ساده ایه خیلی نگران نباشید فقط دیوا کمک میکنن که ما هر بخشی که دلمون میخواد تو یه دسته بندی قرار بدیم همین اگه دیوها نباشه همه این تک ها کنار همن یعنی اچ 1 پی دوباره ایمیج دوباره اچ دوباره پی دوباره پی میبینید همینجور کنار هم یه حالت به هم ولی وقتی ما دیو رو استفاده میکنیم میگیم از اینجا یعنی از اول اچ یک تا آخر ایمیج یه دسته بندی برای ما از اول H2 تا آخر این پی هم که پی پاراچاره یه دسته بندیه برای ما برای مثال میایم به مین سکشن میگیم مارژین باتمت باشه 100 پیکسل میخوام این بخش ها رو فاصله هاشون رو زیادتر کنیم از هم خیلی جداشون کنیم تا مشخص بشه اینا یه بخش جدا هم برای خودشون ببینیم میاد و فاصله رو بیشتر میکنه مثلا میکنم این 300 پیکسل رو مشهودتر باشه ببینید فاصله رو چقدر زیاد کرد دیو به ما کمک میکنه که قسمت های مختلف سایتمون رو هر جوری دلمون میخواد دستبندی کنیم و رنگ های مختلف یا پراپرتی های مختلف بشیم مثلا بک گراند کالر بک کالر بهش میدم مثلا پینک بهش میدم ببینید دلیلش دلیل استفاده از دیو ها به همین راحتی مشخص میشه ببین میخوام دلم میخواد این قسمت هم صورتی باشه این قسمت هم سفید باشه این فاصله هم به عنوان مارجین محسوب میشه من مارجین پاک کنم تا متوجه بشید ببینید این قسمت از سایت هم دارم میخواد پینک باشه این قسمت از سایت هم دارم میخواد سفید باشه پس فهمیدید که دیو ها چقدر به ما کمک میکنن اگه دیو نباشه عملا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم خب امیدوارم که با مفهوم دیو آشنا شده باشید در جلسه آینده انشاءالله با مفهوم اسپن آشنا شده.